کتاب صوتی خشونت در قرآن به کوشش ساسان قرداغی، راوی ف ایرانی. فایل دو، شروع از صفحه 41، نشر آوای بوف. avogebooth.com آدم سوزی ابوبکر. در کتاب صحیح بخاری از ابو هریره نقل شده که گفت وقتی ابوبکر تصمیم گرفت با اصحاب رده بجنگد، خلیفه دوم بر ایشان اعتراض کردند و گفتند چگونه می‌خواهی با مردم قتال کنی با اینکه پیغمبر فرمود من مأمورم با کفار بجنگم تا اینکه اینها لا اله الا الله بگویند و هر کس لا اله الا الله بگوید و مسلمان شود مال و جان او کاملا در امان است مگر اینکه از حد اسلام و حد توحید بیرون رفته باشد. ولی ابوبکر گفت قسم به خدا با هر کس که بین نماز و زکات فرق بگذارد خواهم جنگی، حتی اگر یک بزغاله‌ای که به پیغمبر می‌دادند و به من ندهند با او خواهم جنگی. طبری در تاریخ خود می‌گوید مردی از بنی سلیم که به او فجائع گفته می‌شد نزد ابوبکر آمد. او عیاس ابن عبدالله ابن عبد یالیل ابن امیرت ابن خفاف نام داشت. به ابوبکر گفت من مسلمانم و میخواهم با مرتدین جهاد کنم، من را کمک کن. ابوبکر نیز به او مرکب و سلاح داد. فجائع نیز به همراه مردی از بنی لاشریب به نام نجبت ابن ابلمیسا اموال مسلمانان و مرتدین را گرفتند و آنان که مخالفت کردند کشتند. زمانی که خبر به ابوبکر رسید به طریقت ابن حاجز نوشت همانا دشمن خدا فجائع نزد من آمد، گمان می کرد مسلمان است و از من خواست تا او را در مقابل مرتدین تقویت کنم. من نیز به او مرکب و سلاح دادم، اما خبر قطعی به من رسیده که او به مسلم و مرتد متعرض شده، اموال آنان را می‌گیرد و آن کس که مخالفت کند می‌کشد. با مسلمانانی که نزد تو هستند به سوی او برو، او را بکش یا نزد من بیاور. طریفت ابن حاجز به سوی او رفت و زمانی که به او رسید بین دو طرف تیراندازی شد که در نتیجه نجبت ابن ابلمیسا به تیری کشته شد. فجائع نیز با دیدن تلاش مسلمانان به طریفه گفت به خدا قسم تو اولا از من نیستی، تو امیر ابوبکری و من نیز امیر او هستم. طریفه جواب داد اگر راست میگویی سلاحت را زمین بگذار و با من نزد ابوبکر بیا. فجائع نیز با طریفه نزد ابوبکر آمد. زمانی که به ابوبکر رسیدند ابوبکر به طریفت ابن حاجز امر کرد و گفت فجائع را به بقیع ببر و با آتش بسوزان. اوج مردانگی و شرافت را ببینی. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 264 و 265. المؤلف محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر ابن غالب القاملی ابو جعفر الطبری المتوفا 310 هجری. الناشر دار و تراز بیروت. الطبعه الثانیه 1387 هجری.
عدد الاجزا 11. همانطور که دیدید سوزاندن و کشتن انسانها از روز اول جزئی جدا ناپذیر از دین اسلام بوده و گروه های تروریستی مثل داعش با اتکاب به دستورات اسلام و قرآن این اعمال را انجام می دهند. در ادامه جنایت های محمد و علی و اعوان و انصار جنایتکارشان را از دل تاریخ بیرون می کشیم و به شما ارائه می کنیم. جنگ ذات العیون. در جنگ فتح الانبار خالد ابن ولید از فرماندهار عمر ابن خطاب به تیراندازان خود دستور داد که چشمان مردم را هدف بگیرند و آنان در آن روز 1000 نفر را کور کردند تا حدی که این جنگ به جنگ ذات العیون معروف گشت. ابن اسیر در الکامل می نویسد وقتی که شهر انبار فتح شد خالد مأمور سر و سامان دادن به آن شهر شد. این شهر از آن جهت انبار نامیده می شد که محل ذخیره مواد غذایی بود، ولی پیشا پیش لشکریان شخصی بود به نام اقرع ابن جابس که مجرد رسیدن به شهر اطراف آن را محاصره کرد و آتش جنگ را شعله برساخت. او مردی کم صبر بود، تیراندازان را جلوی لشکر گذاشت و دستور داد تا چشمهای مردم را هدف بگیرند و خود او نیز اولین تیر را رها کرد و آنان به دنبال او چشمها را مورد هدف قرار دادند که حدود 1000 چشم هدف تیر قرار گرفت. از این رو این واقعه ذات العیون نام گرفت. منبع الکامل فی التاریخ ابن الاسیر جلد 2 صفحه 394. ابن کثیر در بدایع و نهایه می گوید خالد شهر انبار را فتح کرد و این جنگ ها ذات العیون نامیده شد. خالد سوار بر مرکب خود به انتهای شهر رفت و مردی از عاقلهای فارس به نام شیرزاد همراه او بود. خالد شهر را محاصره کرد ولی مردم در اطراف شهر خندق ایجاد کرده بودند. مردان عرب زبانی اطراف خندق جمع شده بودند که به همراه صاحبان زمین‌ها مانع از نفوذ لشکر به داخل شهر شدند. دستور داد سر یک نفر از آنان را جدا کنند. سپس خالد دستور داد که با تیر مردم را هدف قرار دهند تا اینکه چشم 1000 نفر از آنان کور شود. فریاد و ناله مردم سراسر آنجا را فرا گرفت که چشمهای مردمان کور شد و لذا این جنگ را ذات العیون نامیده. جنگ طالقا. در این جنگ مسلمانان چنان جنایتی را مرتکب شدند که در طول تاریخ سابقه نداشته است. حتی چنگیز و اسکندر هم چنین جنایاتی را مرتکب نشدند. ابن اسیر در الکامل می نویسد قتیبه از فرماندهان نظامی به نیشابور و شهرهای دیگر نامه نوشت که به لشکر او بپیوندند و آنان قبل از رسیدن او به طالقان به او پیوستند. نیزک یک از غلامهای حاکم طالقان اقدام به خلع قدرت حاکم کرده بود. وقتی که قتیبه به آنجا رسید با مردم درگیر شد و حمام خون به راه انداخت و انبوهی از مردم را به قتل رساند و صفی از مردم را به طول 4 فرسخ به دار آویخت. منبع الکامل فی التاریخ ابن الاسیر جلد 4 صفحه 545. 40 فرسخ مردم را به صف کردند و همه آنها را اعدام کردند. جلل خالق، عجب جنایتی.
حالا خودتان ماشین حساب به دست بگیرید و حساب کنید که چند نفر در این روز کشته شده است. هر فرسخی تقریبا 6 کیلومتر، هر کیلومتری 1000 متر. اگر در هر متر 2 نفر ایستاده باشند، چند نفر کشته شده است؟ جنگ گرگان. در این جنگ هم جنایت عظیمی اتفاق افتاد. غیر مسلمانان از مسلمانان درخواست کردند که ما درهای شهر را بر روی شما می گشاییم به شرطی که حتی یک نفر از ما کشته نشود. اما لشکریان خلیفه چه کردند؟ بله، همه را کشتند جز یک نفر و گفتند که ما گفته بودیم که یک نفر از شما را نمی کشیم. ابن اسیر در الکامل می گوید به گرگان وارد شدند و با گرفتن 200,000 دینار با آنان مصالحه کردند. سپس به اطراف تمیسه که شهری در کنار ساحل دریا و بعد از گرگان واقع و جزو مازندران بود رفتند. با مردم آنجا جنگ کردند. نماز خوف که حذیفه که کیفیت خواندن آن را می دانست خوانده شد و با آنان نیز به مقابله برخاستند و سعید با شمشیر بر سر مردیم کوبید که از زیر بغل او در آمد و آنان را محاصره کردند. آنان درخواست امان کردند که به آنان این امان داده شد تا کسی از آنان را نکشند و لذا قلعه را باز کردند، ولی آنان همه را کشتند به جز یک مرد. سپس آنچه که در قلعه بود تصرف کردند. منبع الکامل فی التاریخ ابن الاسیر جلد 3 صفحه 110. محمد به من دستور داده شده با من غیر مسلمان بجنگم تا بررسی جنگ بعد. در آن زمان در یثرب یعنی مدینه 3 قبیله یهودی بنی قریظه، بنی قینقاع و بنی نذیر نیز ساکن بودند. محمد به قصد جلب توجه این 3 قبیله یهودی اقدام به تعریف از دین یهود در آیات فراوانی از قرآن نمود و مانند آنان که تمام پادشاهان خوب خود را پیامبر می دانستند، آنان را نیز پیامبر انگاشت. او بیشترین بهره را از تورات برد به گونه ای که اکثر داستانهای قرآن اقتباس شده از تورات است، ولی با این حال کمتر یهودی به او ایمان آورد. محمد و یارانش در شهر یثرب روز به روز فقیرتر و تنگ دستتر می شدند. قطع به یقین نقطه آغاز تحول در اسلام و افکار محمد جنگ بدر بود. او پیش از این درگیری تصمیم گرفت به کاروانهای تجاری مکیان که از داد و ستد با شام برمی گشتند حمله کند. مکیان برای دفاع از مال و تجاره خیش و در دفاع از کاروان تجاریشان بسیج شدند. این دو گروه در مکانی به نام بدر، نام روستایی بود، با هم درگیر شدند. یاران محمد در این جنگ پیروز شدند و علاوه بر دستیابی به اموال کاروان، برای رهایی از ایران درخواست فدیه زیادی نمودند. البته او دست کم 2 نفر از اسیران را گردن زد. رهبر اسلام سرمست از این پیروزی این آیه را از قول خدایش الله میگوید. انفال 7. و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لكم و تودون ان غیر ذات الشوکت تكون لكم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الكافرین. ترجمه:
و به یاد بیاورید هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه کاروان تجاری قریش یا لشکر آنها برای شما خواهد بود، اما شما دوست می داشتید که کاروان برای شما باشد و بر آن پیروز شوید، ولی خداوند می خواهد حق را با کلمات خود تقویت و ریشه کافران را قطع کند، لذا شما را با لشکر قریش درگیر ساخت. او متوجه اهمیت و سود فراوانی که در جنگ برایش نهفته بود گردید، بنابراین مسلمانان را به جنگ هرچه بیشتر تشویق نمود. انفال 65. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أي پیامبر، مؤمنان را به جنگ تشویق کن. اگر از میان شما 20 نفر شکیبا باشند، بر 200 نفر غلبه خواهند کرد و اگر از شما 100 نفر باشند، بر 1000 نفر از کافران غلبه می کنند. زیرا که اینان گروهی هستند که چیزی نمی دانند. محمد و یاران او پس از این بود که متوجه اهمیت جنگ شدند و او درگیری یاران خیش با مخالفان عقیدتی را جهاد اعلام نمود. واژه جهاد از این پس وارد فرهنگ اسلام شد و از ارکان این دین گردید. صف 10. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که از عذاب دردناکی رهاییتان می نماید؟ صف 11. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ترجمه: به الله و فرستاده او ایمان بیاورید و در راه الله با مالهایتان و جانهایتان جهاد کنید، این برای شما از هر چیز بهتر است، البته اگر بدانید. پس از این دوره است که محمد خوی وحشیگریش را نشان داد. او تقریبا هر یک ماه و نیم از عمرش را در جنگ به سر می بود. وی از زنان به اسارت گرفته شده با عنوان ملک یمین یا کنیز یاد نمود و این زنان را بردگان جنسی می دانست. ایشان حتی در جنگی که با یکی از قبائل یهودی داشتند، پس از تقسیم زنان، دختران و پسران آنان در میان یاران خیش، زیادی از آنان را به ساکنان نجد فروخت و اسلحه خرید. میراثی که محمد پس از این دوره بر جای گذاشت چیزی جز کشتن مردان و به اسارت گرفته شدن زنان نبود. احزاب 26. و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. ترجمه: الله گروهی از اهل کتاب را که از آنها عربهای غیر مسلمان حمایت کردند، از قلعه های محکمشان پایین کشید و در دلهایشان دلهوره افکند. گروهی را
می کشتی و گروهی را اسیر می کردی. این آیه در مورد کشتار تمام مردان قبیله یهودی بنی قریظه بود و منظور از اینکه عده‌ای به اسارت گرفته شدند کسانی جز زنان، دختران و پسران نوجوان این قبیله نیست. در احادیثی که در این دوران از وی نقل شده بویی از تسامح نیست. این احادیث به قدری مستند و مستدل است که نه شیعه می تواند آنان را رد نمایند و نه اهل سنت. یکی از معروفترین این احادیث حدیثی است که در صحیح بخاری و مسلم آمده است. به من از سوی الله دستور داده شده با مردم بجنگم تا گواهی دهند که غیر از الله خدایی نیست و محمد فرستاده اوست و مانند ما نماز بخوانند و زکات را پرداخت کنند. پس اگر این را انجام دادن، خون و مال اینها از جانب من محترم است، مگر به حق اسلام و حساب آنها با الله است. منبع صحیح بخاری، کتاب الجهاد و سیر، حدیث شماره 2786. این حدیث در صحیح مسلم کتاب الایمان نیز آمده است، همچنین در منابع مختلف شیعه. رسول الله صلوات الله فرمود به من دستور داده شده با مردم بجنگم تا اینکه بگویند غیر از الله خدایی نیست و اگر چنین گفتن خونشان و اموالشان در امان است مگر پرداخت حقش و حسابشان با الله است. منابع بهارالانوار جلد 65 صفحه 242، عیون اخبار الرضا نوشته شیخ صدوق جلد 1 صفحه 70، تفسیر المیزان جلد 20 صفحه 276. البته آیات مختلفی از قرآن در این باره وجود دارد. قرآن به مسلمانان دستور می‌دهد که تمام کافران را گردن بزنید و حتی سر انگشتانشان را نیز قطع نمایید. انفال 12. اذ یوحی ربک الی الملائکت انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. ترجمه: هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی فرستاد که من با شما هستم، مؤمنان را محکم بدارید که به زودی در دل کافران هراس می‌افکنند، پس گردنها و انگشتانشان را قطع کنید. توبه 5. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ترجمه: و هنگامی که ماه‌های حرام به پایان رسید، پس در آن هنگام مشتکان را هر جا که یافتید بکشید و آنان را به اسارت بگیرید و محاصرهشان کنید و همه جا در کمین آنان بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات پرداخت کردند، آنان را آزاد بگذارید که الله آمرزشگری است مهربان. همانطور که خواندید، جنگ و آدم کشی برای رسیدن به غنایم جنگی و زنان اسیر بزرگترین مشوق مسلمانان به اسم
ترویج اسلام بوده که دست بدین جنایات به سرکردگی محمد می زدن. غارت بنی نظیر و غیره. حشر 6. و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ترجمه: و آنچه را الله از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید، شما برای تصاحب آن اسب یا شتری بر آن نتاختید، ولی الله فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیره می گرداند و خدا بر هر کاری تواناست. داخل پرانتز: الله در اینجا فقط به فکر غارتگری بوده و بس. پرانتز بسته. گوید: وقتی نظیریان با زن و فرزند و مال می رفتند، دف و مزمار می زدند و ام عمر و یار عروه بن ورده عبس که از زنان بنی قفار بود و او را از عروه خریده بودند همراهشان بود و چنان با فخر و گردن فرازی می رفتند که کسی نظیر آن ندیده بود. بقیه اموالشان برای پیغمبر به جا ماند که خاص وی بود تا به هر مصرف که می خواهد برساند و پیغمبر آن را بر مهاجران تقسیم کرد و به انصار چیزی نداد مگر سهل بن حنیف و ابو دجاجه که اظهار نداری کردند و پیغمبر به آنها سهم داد و از بنی نظیر کس مسلمان نشد مگر یامین ابن عمیر و ابو سعد ابن وهب که مسلمان شدند و اموالشان محفوظ ما. 8-7. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ترجمه: آنچه الله از دارایی ساکنان آن قریه ها عاید پیامبرش گردانید از آن الله و از آن پیامبر و متعلق به خیشاوندان نزدیک وی و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده او به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت باز ایستید و از ارواح بدارید که الله سخت کیفر است. محمد پس از غارت قبیله بنی قینقا و نابودی بنی قریظه حدود 3 سال بعد دوباره به سراغ همان یهودیانی آمد که از آن جنگ فرار کرده بودند و در اطراف مدینه ساکن بودند. او و سپاهیان جلادش یهودیان را به چشم منبع درآمد نگاه می کردند. او پس از غارت تمام قبائل یهودی موجود در مدینه شروع به غارت یهودیانی از بنی نظیر نمود که در قلعه خیبر پناه گرفته بودند. آنگاه سال 7 در آمد و پیغمبر در باقی مانده محرم سوی خیبر رفت و سبا ابن عرفته غفاری را در مدینه جانشین خیش کرد
و با سپاه خود برفت تا به دره رجیع فرود آمد که میان خیبر و قطفان بود. ابن اسحاق گوید آنجا فرود آمد تا میان اهل خیبر و قوم اطفان حائل شود که قطفانیان خیبریان را بر ضد پیغمبر کمک ندهند. و چون قطفانیان از آمدن پیغمبر خبر یافتند فراهم آمدند تا به کمک یهودیان شتابند و چون روان شدند از کار و کسان خود نگران شدند و پنداشتند که مسلمانان به آنجا حمله برند و بازگشتند و در جای خیش بماندند و پیغمبر را با خیبریان واگذاشتند. پیغمبر از خیبریان اسیر بسیار گرفت که صفیه دختر حی ابن اختب زن کنانت ابن ربی بن ابلحقیق و دو دختر عموی او از آن جمله بودند و پیغمبر صفیه را برای خیش برگزید. داخل پرانتز اوج جنایت و وحشیگری پرانتز بسته. و چنان بود که دهیه کلبی صفیه را از پیغمبر خواسته بود و چون او را برای خیشتن برگزید دختر عموی صفیه را به دهیه داد. آنگاه پیغمبر قلعه ها را بگیره. این رفتار محمد درست مانند چنگیز خان است که هرگاه مکانی متعلق به دیگر ملل را فتح می کرد زن رئیس قبیله یا کشور متعلق به او بود. این جنایتکار محمد حتی به همپیمانانش هم از این سفره‌ای که الله خدای وهمی نصیبش کرده بود را بی نصیب نکرد. خودتان قضاوت کنید که آیا همچن شخصی میتواند پیامبر و از طرف خدا برای هدایت مردم باشد؟ آیا همچین شخصی جنایتکاری میتواند پیامبر رحمت باشد؟ جالب است بدانی این مطالب در کتب خود مسلمانان آمده و الا جنایت بسیار وحشتناکتر از اینها بوده. بنی سهل که طایفه ای از اسلم بودند پیش پیغمبر آمدند و گفتند به خدا به محنت افتاده ایم و چیزی نداریم. پیغمبر چیزی نداشت که بدانها دهد و دعا گفت خدایا حال آنها را می دانی و من توان کمک آنها را ندارم و چیزی نیست که به آنها دهم. بزرگترین قلعه خیبر را که خوردنی و روغن از همه بیشتر دارد برای آنها بگشای. روز بعد قلعه سب گشوده شد. هیچ یک از قلعه ها خوردنی و روغن از آن بیشتر نداشت و به همین گونه قلعه ها را یکی یکی گرفتند که بزرگترین قلعه را علی جلاد اسلام گرفت. وقتی پیغمبر خدا بموس را که قلعه ابن ابلحقیق بود بگشود صفیه دختر حی ابن اختب را با زنی دیگر پیش پیغمبر آوردند. بلال آنها را بر کشتگان یهود گذرداد و آن زن که همراه صفیه بود فریاد زد و به صورت خود زد و خاک بر سر ریخت و چون پیغمبر او را بدید گفت این شیطان را از من دور کنید و بگفت تا صفیه را پشت سر او جای دادند و ردای وی را بر سرش افکندند و مسلمانان بدانستند که پیغمبر خدای او را برای خیش برگزیده. محمد پس از اینکه دلباخته صفیه گردید جمله پیشینش را فراموش نمود و از بلال خواست که چنین نکند. آنگاه پیغمبر که رفتار زن یهودی همراه صفیه را دیده بود به بلال گفت مگر رحم نداری که دو زن را بر کشتگان عبور دادی؟
دستور محمد به شکنجه به قصد اعتراف گیری. کنانت ابن ربیع ابوالحقیق را که گنج بنی نذیر پیش او بود به نزد پیغمبر آوردند و محل گنج را از او پرسیدند و کنانه انکار کرد. بانگاه یکی از یهودیان را پیش آوردند که گفت امروز کنانه را دیدم که اطراف فلان خرابه میگشت. پیغمبر به کنانه گفت اگر گنج را پیش تو پیدا کردم تو را بکشم؟ کنانه گفت آری. پیغمبر بگفت تا خرابه را بکندند و قسمتی از گنج را آنجا یافتند. پیغمبر از باقی مانده آن پرسید و کنانه از تسلیم آن دریغ کرد. پیغمبر او را به زبیر ابن عوام سپرد و گفت عذابش یا شکنجش کن تا آنچه را پیش اوست بگیری. و زبیر چنان با مشت به سینه او کوفت که نزدیک بود جان بدهد. آنگاه محمد ابن مسلمه داد که به انتقام برادر خود محمد ابن مسلمه گردنش را بزند. تاریخ طبری صفحه 1145. این موضوع در سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 830 نیز آمده. یهودیان فدک نیز با اطلاع از این ماجرا تصمیم گرفتند که کل اموال خیش را به محمد بدهند به شرطی که آنها را نفی بلد یا تبعید کند و خونشان را نریزد. محمد هم پذیرفت. در اینجا سوالاتی پیش می آید. 1. مگر محمد برای هدایت بشر نیامده بود؟ در انجام این جنایات چه هدایتی از طرف ایشان انجام؟ 2. گیرم که یهودیان خیانت کرده بودند و یا به او بی احترامی کرده بودند و یا حتی بدتر از همه قصد جانش را کرده بودند. زنان و کودکان و مال و اموال آنها چه گناهی مرتکب شده بودند که باید با این جنایت ضد بشری روبرو می شدند؟ 3. مگر آخوندهای دروغگو و بی سواد نمی گویند ایشان پیامبر رحمت بوده؟ خب شما سر سوزنی رحمت و مروت و جوانمردی در وجود این شخص در این داستان می بینی؟ محمد پیامبر رحمت است. این حرف را از روی منابر و از دهان آخوندهای دروغگو و بی سواد زیاد شنیده ای. برای افشای این دروغ کافی است سری به کتب تاریخی مسلمانان بزنی و این رحمت بیکران ایشان را در حق مردم ببینی. حال یکی دیگر از جنایت‌های شنیع محمد را عنوان می‌کند. محمد پیامبر اسلام مستقیماً دستور قتل مخالفین را صادر می‌کرد. برای نمونه محمد حکم قتل کعب ابن الاشرف این شاعر سرشناس عرب را داد. وی در اشعار و سخنانش جنگ و خونریزی و تفکرات محمد را مورد نقد قرار می‌داد و به همین دلیل با فتوای قتل محمد روبرو گشت و جان باخت. زمانی که خبر ترور کعب ابن الاشرف به محمد رسید او گفت به هر یک از بزرگان یهود دست یافتید او را بکشید. منابع ابن اسیر، علی ابن محمد، الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 143 تا 144، چاپ دار صادر بیروت 1385 قمری. کاتب واقدی محمد ابن سعد، الطبقات الکبری جلد 2 صفحه 24 تا 25، دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ دوم 1418 قمری. طبری محمد ابن جریر، تاریخ الامم و الملوک، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، جلد 2 صفحه 490 تا 491، دارالتراث
بیروت، چاپ دوم 1387 قمری. با کمی تفاوت در بخاری محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، محقق، محمد زهیر بن ناصر الناصر، جلد 5 صفحه 90 تا 91، دار طوق النجاح، چاپ اول 1422 قمری. حمله به قبیله بنی قینقاع، سندی دیگر. داستان محاصره و غارت قبیله بنی قینقاع از سوی محمد یکی دیگر از نشانه های خوی وحشیگری و عدم تحمل مخالف از سوی وی می باشد. او این جنگ را با کمک گیری از الله خدای وهمی آغاز کرد و همواره دنبال بهانه‌ای برای از بین بردن یهودیان بود. بنابراین در ابتدا دستور ترور دو تن از شاعران یهودی که از قبیله بنی قینقاع بودند را صادر کرد و از الله پرستان درخواست کشتن این دو شاعر را نمود. آنان نیز این مسئولیت را انجام دادند. اما بهانه اصلی او برای شروع جنگ، آنچه که در کتب اسلامی از آن به عنوان بی‌حرمتی به زنی مسلمان که در بازار یهودیان کالایی را عرضه کرده بود می باشد. در ابتدا آیه ای را خواند و ادعا نمود که طبق این آیه من از بنی قینقاع بیناکم. این قبیله کارشان زرگری بود و زمین چندانی نداشتند، لذا چشم طمع محمد به دنبال اموال آنان بود. دلیل دیگری که میتوان برای این جنگ ارائه داد، عدم قبول اسلام از سوی یهودیان است، مثل دو قبیله دیگر. محمد در ابتدای ورود به مدینه که دارای 5 قبیله بود، اوس و خزرج با ریشه عرب که 3 تای آنان یهودی بودند، بنی نظیر، بنی قریظه و بنی قینقاع. قبله یهودیان را به رسمیت شناخت و به سوی اورشلیم نماز خواند. او هم مانند یهودیان که تمام پادشاهان خوب خود را پیغمبر می دانستند، آنها را به عنوان پیامبر خدا به رسمیت شناخت و اقدام ستایش آنان نمود. تورات را نیز تصدیق نمود. در مقابل از آنها انتظار داشت تا تصدیق نمایند آن منجی که در تورات آمده اوست. اما یهودیان این را نپذیرفتند. بنابراین فقر محمد و یاران او در مدینه به اضافه ثروتمند بودن این قبیله، حمله به بنی قینقاع را برای محمد هدف لذت بخشی جلوه می نمود. بنی قینقاع پس از محاصره طولانی بدون شمشیر کشیدن در مقابل محمد تسلیم شدند. محمد در ابتدا قصد داشت تمام افراد این قبیله را بکشد، اما فردی به نام ابن ابی سلول از قبیله خزرج که با بنی قینقاع همپیمان بودند مانع از این کار شد و محمد از روی اکراه پذیرفت که آنان را رها نماید. داخل پرانتز، اگر واقعا دستور خدا در کار بود، چرا آن را انجام نداد؟ و چطور فرمان خدا به واسطه یک شخص به تعویق افتاد؟ پرانتز بسته. او تمام دارایی های آنان را برای خود و یارانش برداشت. هدف اصلیش همین بود. و آنان را بدون اندک توشه‌ای روانه بیابان‌ها نمود که در این راه بسیاری از زنان و کودکان و افراد مسن این قبیله کشته شدند و دیگر اثری از این قبیله بر جای نماند. البته گفته می‌شود که آنان خود را به منطقه‌ای در شام به نام ازرعات رساندند.
گرفتن خمس از سوی محمد هم از همینجا آغاز شد. اما روایت این داستان عیناً در تاریخ طبری. قصه بنی قینقا چنان بود که پیغمبر آنها را در بازارشان گرد آورد و گفت ای گروه یهود، از خدا بترسید که شما را نیز بلیه ای چون قریشیان دهد. بیایید مسلمان شوید. شما می دانید که من پیغمبر مرسلم و این را در کتاب خیش و پیمان خدا می بینی. یهودیان بنی قینقا گفتند ای محمد، پنداری که ما نیز قوم تو هستیم؟ مغرور مشو که با کسانی روبرو شدی که جنگ نمی دانستن و فرصتی به دست آوردی. به خدا اگر با ما جنگ کنی خواهی دید که چگونه کسانی. البته در صحت این جمله که واقعا از یهودیان باشد یا نه شک است، زیرا اگر آنان چنین رجزخوانی نمودن میبایست آنگونه که حوادث بعدی نشان خواهد داد از خودشان دفاع کنند که نکردن. قتاده گوید یهودیان بنی قینقا نخستین گروه یهودیان بودند که ما بین بدر و احد پیمان شکنی کردند. اما اینکه چه پیمانی بین این دو بود ذکری به میان نیامده. انفال 58. و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. اگر از گروهی خیانتی بدانستی منصفانه به آنها اعلام کن. و چون جبرئیل این آیه را بر پیغمبر خواند، پیغمبر گفت من از بنی قینقا بیمناکم و به حکم همین آیه به جنگ ایشان رفت. در اینجا محمد خودش هم قاضی است و هم شاکی. او خودش از قول خدایش جمله ای را به زبان می آورد، سپس مصداق این جمله را هم یهودیان بنی قینقا معرفی می کنه. بهانه اصلی محمد برای شروع جنگ با بنی قینقا این داستان است. نقل از سیره ابن هشام. با پیروزی مسلمانان در بدر و هشدار رسول الله به یهودیان، بنی قینقا به فکر شکستن تعهدات خود با پیامبر برآمدند و در صدد یورش در فرصت، تا اینکه روزی با زنی بدوی و مسلمان که کالایی جهت فروش به بازار قینقا عرضه نمود بود بی حرمتی نمودند. آن زن در کنار مغازه فردی از یهود که جواهر فروش بود نشسته بود. چند نفر از شیادان یهود آنجا بودند و برای زن ایجاد مزاحمت می کردند. وقتی او خواست بلند شود، آن جواهر فروش گوشه لباس او را کشید و قسمتی از بدن آن زن ظاهر گردید و یهودیان به تمسخر آن زن پرداختند. در آن اثنا مرد مسلمانی که از آنجا می گذشت بر آن جواهر فروش یورش برد و او را کشت. یهودیانی که شاهد این ماجرا بودند بر آن مسلمان حمله کردند و او را به شهادت رساندند. و بدین صورت مسلمانان و یهودیان بنی قینقا وارد نبرد شدند. رسول الله هم پس از آگاهی از این ماجرا که در سال دوم هجری بود در رأس سپاهی مرکب از مهاجرین و انصار وارد نبرد با یهودیان گردید. اگر این داستان هم صحت داشته باشد، آیا ایجاد مزاحمت برای یک زن جرمش مرگ است؟ آن هم مرگ همه؟ آیا این مزاحمتی که از سوی به قول ابن هشام شیادانی صورت گرفته بود باید این چنین پاسخ داده شود که تمام این قوم گناهکار و بیگناه، زن و مرد و پیر و جوان
آواره گردند؟ آیا نقض پیمان همین بود؟ مشخص است که بهانه‌ای بیش نبوده، زیرا محمد قبلاً تصمیمش را گرفته بود. او پیش از این دو شاعر یهودی که بر علیه او شعر می گفتند را ترور کرده بود. یکی از این دو ترور شدگان کعب ابن اشرف بود که محمد به یارانش گفت چه کسی کار ابن اشرف را تمام می کند؟ او الله و رسولش را رنجانده است. بر ضد آنان شعر گفتند. بخاری در المغازی باب قتل کعب ابن اشرف. دیگر ترور شده شاعری به نام ابی افک بود. نقل از سنن ابی داوود. ابو افک پیرمردی از قبیله بنی عمرو بن عوف بود که علیه رسول الله شعر می گفت. رسول الله گفت کسی هست که مرا از دست این خبیث راحت نماید؟ سالم ابن عمر دعوت رسول الله را لبیک گفت و ابی افک خبیث را به هلاکت رساند. این داستان به تنهایی کلی سخن در سینه دارد و نشان از تروریست بودن محمد دارد. او تحمل شنیدن صدای مخالف را پس از اینکه احساس قدرت می کرد نداشت. واقدی می گوید پیغمبر 15 روز یهودیان بنی قینقا را محاصره کرد که هیچ کس از آنها به جنگ نیامدند. آنگاه به حکم خدا تسلیم شدند و دستهایشان را ببستند. پیغمبر می خواست آنها را بکشد، ولی عبدالله ابن ابی سلول از بزرگان قبیله خزرج درباره آنها سخن کرد. ابن اسحاق می گوید وقتی یهودیان به حکم پیغمبر خدا تسلیم شدند، عبدالله ابن ابی پیش آمد و گفت ای محمد، با وابستگان من نیکی کن. این سخن از آن جهت گفت که یهودیان بنی قینقا هم پیمان خزرجیان بودند. پیغمبر پاسخ نداد و باز عبدالله گفت ای محمد، با وابستگان من نیکی کن، و پیغمبر روی از او بگردانید. گوید و عبدالله دست در گریبان پیغمبر کرد که فرمود مرا رها کن و خشمگین شد. داخل پرانتز، دروغ آخوندها که محمد اصلا عصبانی نمی شد. پرانتز بسته. چنان که چهره وی تیره گردی و باز گفت مرا رها کن. عبدالله گفت به خدا رهایت نکنم تا به وابستگان من نیکی کنی. می خواهی 400 بی‌زره و 300 زره‌پوش را که در مقابل سیاه و سرخ مرا حفظ کرده اند در یک روز بکشی؟ که من از حوادث در امان نیستم و از آینده بیم دارم. بتاده گوید پیغمبر فرمود آنها را رها کنید که خدا لعنتشان کند و او را نیز با آنها لعنت کند. پس یهودیان را رها کردند و بفرمود تا از دیار خیش بروند و خدا اموالشان را غنیمت مسلمانان کرد. داخل پرانتز، هدف اصلی تمام این بهانه‌جویی ها. پرانتز بسته. زمین نداشتند که کارشان زرگری بود و پیغمبر سلاح بسیار با لوازم زرگری از آنها گرفت و عبادت ابن صامت آنها را با زن و فرزند از مدینه ببرد تا به زباب رسانید و می گفت هرچه دورتر بهتر. با خواندن این داستانهای تاریخی که خود مسلمانان با آب و تاب آنها را نوشتند، هدف محمد و یارانش فقط و فقط غارت کسانی بوده. دفاع از وطن و ناموس دروغی بیش نیست که با افکار و حرفهای او موافق نبودند و می‌خواستند بر دین آب و اجدادی خود بمانند، ولی محکوم به کشتن یا ترک بلد می‌شدند و اموالشان هم در بین مسلمانان تقسیم می‌شد. باز هم باید پرسی که آیا
این شخص می تواند پیام آور رحمت باشد؟ آیا این دین برای کسی صلح و صفا به همراه آورده؟ آیا قصب مال مردم آن هم به زور و بی خانمان کردن زنان و کودکان فقط به جرم اینکه اسلام را نپذیرفته اند می تواند فرمان خدا باشد؟ دزدی های مسلمانان به فرمان محمد و با حضور علی ابن ابی طالب. سریه علی ابن ابی طالب به فلس در ربیع الآخر سال نهم. عبدالرحمن عبدالعزیز می گفت شنیدم که عبدالله ابن ابی بکر ابن حزم به موسی ابن عمران ابن مناه که با یکدیگر کنار بقیع نشسته بودند می گفت آیا سریه فلس را می دانی؟ موسی ابن عمران گفت من اصلا نام این سریه را هم نشنیدم. عبدالله ابن ابی بکر ابن حزم خندید و گفت پیامبر علی را با 150 مرد که 100 شتر و 50 اسب داشتند و در آن گروه هیچ کس جز انصار نبودند و سران قبیله های اوس و خزرج اضافه فرمود. آنها از اسب ها استفاده نکردند و شتران را به کار گرفتند و بر قبائلی غارت بردند. از منطقه سکونت خاندان حاتم پرسیدند و آنجا فرود آمدند و سحرگاهی بر آنها حمله کردند و با دستهای پر از اسیر و شتر و گوسفند به مدینه برگشتند. بتخانه فلس را نیز که مهمترین بت و بتکده قبیله تی بود ویران ساختند. عبدالرحمن ابن عبدالعزیز گوید این موضوع را برای محمد ابن عمر ابن علی گفتم و او گفت مثل اینکه ابن حزم درست و کامل نگفته است. گوید به او گفتم تو بیان کن و او گفت پیامبر علی ابن ابی طالب را برای ویران کردن بت و بتکده فلس همراه 150 نفر از انصار روانه فرمود. حتی یک نفر هم از مهاجران همراه ایشان نبود. آنها 50 اسب و مرکوب‌های دیگری نیز همراه داشتند، اما از شترها استفاده کرده و از بکار بردن اسب‌ها خودداری کردند. پیامبر فرمود که به قبائل غیر مسلمان غارت بردن هدف اصلی این جنگ ها. علی با اصحاب خود بیرون رفت، پرچمی سیاه و رایتی سپید داشتند و مسلح به نیزه و سلاح های دیگر بودند و آشکارا اسلحه هم می کردن. علی رایت خود را به سهل ابن حنیف و پرچم را به جبار ابن سخر سلمی داد و راهنمایی از بنی اسد را که نامش حریس بود همراه خود ساخت و راه فید گرفت و چون نزدیک سرزمین دشمن رسید فرمود میان شما و قبیله ای که آهنگ آن دارید یک روز کامل راه است. اگر در روز حرکت کنیم ممکن است به چوپانها و دیدبانهای ایشان برخورد کنیم و آنها به قبیله خبر برسانند و در نتیجه متفرق شوند و نتوانید به خواسته یعنی غارت خود برسید. بنابراین امروز را همینجا میمانیم، چون شب بشود شبانه با اسب راه میپیماییم تا سپید دم به آنها برسیم و بتوانیم غنیمتی به دست آوریم. گفتند این رأی درستی است و همانجا اردوی موقت زدند و شتران را برای چرا رها کردند. سپس تنی چند را برای سرکشی و کسب خبر
به اطراف فرستادند، از جمله ابو قتاده و حباب ابن منظر و ابو نائله. آنها بر اسب سوار شده و اطراف اردوگاه گشت می زدن که به غلام سیاهی برخوردن و از او پرسیدن کیستی و چه می کنی؟ گفت پیکار خود هستم. او را به حضور علی آوردن. علی فرمود کیستی و چه کار داری؟ گفت در جستجوی چیزی بودم. فرمود او را در بند کنی. غلام گفت من غلام مردی از خاندان بنی نبهان از قبیله تی هستم. دستور دادند اینجا باشم و گفتند اگر سواران محمد را دیدی به سرعت پیش ما بیا و خبر بیاور. من به گروهی بر نخورده بودم و همین که شما را دیدم خواستم پیش آنها بروم. بعد گفتم عجله نکنم بلکه دوستان دیگرم خبر روشنتری بیاورند و شمار شما و اسبان و سواران و پیادگانتان را به دست آورده باشم. حالا هم از آنچه به سرم آمده از ترسی ندارم و در واقع اسیر و مقید بودم تا اینکه پیشاهنگان شما مرا گرفتن. علی فرمود راست بگو چه خبر داری؟ گفت قبیله به فاصله سیر یک شب بلند با شما فاصله داره. سواران شما می توانند صبح زود به آنها برسن و فردا صبح می توانید بر آنها غارت ببرید. علی به یاران خود گفت رأی شما چیست؟ جبار ابن سخر گفت عقیده من این است که امشب را تا صبح بر اسبان خود بتازیم و صبح زود که آنها در حال استراحتند به ایشان غارت بریم. غلام سیاه را با خود بردند و اسبها را نوبتی سوار می شدند و یکی که پیاده می شد دیگری سوار می شد. غلام سیاه هم شانه هایش بسته بود. همین که شب به نیمه رسید غلام سیاه به دروغ گفت من راه را کردم و مثل این که از آن گذشته ای. علی فرمود برگرد به همان جایی که از آن اشتباه کردی. غلام به اندازه یک مایل یا بیشتر برگشت و گفت باز هم در اشتباه هم. علی فرمود یا باید راست بگویی یا گردنت را می زنی. گوید او را پیش آوردند و شمشیر کشیدند و بالای سرش ایستادند. او همین که متوجه خطر شد، داخل پرانتز این منطق مولای متقیان است، پرانتز بسته، گفت حالا اگر راست بگویم برای من فایده‌ای خواهد داشت؟ گفتن آری. گفت آنچه من کردم و دیدید به واسطه شرم و حیا بود و با خود گفتم حالا که در امان هستم چرا شما را به سراغ قبیله ببرم؟ حالا که از شما این حال را می‌بینم و می‌ترسم که بکشیدم، عذرم مقبول است و حتما شما را از راه اصلی خواهم بود. گفتن به هر حال با راستی با ما رفتار کن. او گفت قبیله همین نزدیکی شماست. آنها را به نزدیکترین منطقه برد به طوری که صدای اوئوی سگها و حرکت گوسپندان و شتران شنیده و دیده می شد. گفت جماعات مردم هم همینجاست که حد اکثر یک فرسخ فاصله دارند. مسلمانان به یک دیگر نگریستند و گفتند پس خاندان حاتم کجایند؟ گفت آنها هم در وسط جمعیت هستند. مسلمانان گفتند اگر الان حمله کنیم و ایشان را به وحشت بیندازیم ممکن است داد و بیداد کنند و در تاریکی شب گروه های عمده بگریزند. بنابراین صبر می کنیم تا سپیده بدمد. طلوع آن نزدیک است و در کمین خواهیم بود و پس از سپیده دم حمله می کنیم که اگر برخی هم گریختن محل فرارشان از دید ما پنهان نماند. وانگهی آنها اسب ندارند که سوار شوند و بگریزند، حالان که ما همگی بر اسب سواریم. این رأی را پسندیدم. گوید همین که فجر دمید بر آن قبیله حمله بردند و گروهی را کشتند و
و گروهی را اسیر کردند و زنان و بچه ها را یک طرف جمع کردند و شتران و بز و میش ها را هم جمع کردند و هیچ کس نگریخ مگر اینکه جای او برایشان پوشیده نماند و غنایم فراوان به دست آوردند. هدف اصلی این حمله. گوید دخترکی از قبیله همین که غلام سیاه را دید و نام غلام اسلم بود و او را بسته بودند گفت این شیاد را چه می شود؟ و خطاب به مردم قبیله گفت این کار همین فرستاده شما اسلم است. خدا او را سلامت ندارد، همو بود که دشمن را پیش شما کشان و آنها را به سراغ زنان شما آورد. گوید غلام سیاه گفت ای دختر بزرگان، من آنها را راهنمایی نکردم تا موقعی که مرا پیش بردن تا گردنم را بزنن. مسلمانان مردان را یک طرف و زنان و بچه ها را طرف دیگر جمع کردن و از خاندان حاتم خواهر عدی و چند دختر بچه را اسیر کردن و آنها را جداگانه نگه داشتن. اسلم به علی گفت برای آزاد ساختن من منتظر چه هستی؟ فرمود باید گواهی دهی که خدایی جز پروردگار یگانه نیست و محمد فرستاده خداست. داخل پرانتز، دروغ آخوندها در اسلام آوردن مردم عربستان به دلخواه و با آغوش باز. پرانتز بسته. گفت من بر آیین همین اسیرانی هستم که در واقع اقوام منم. هرچه آنها بکنن من هم خواهم کرد. علی گفت مگر نمی بینی که آنها در بند هستن؟ تو را هم با تناب همراه ایشان قرار دهیم؟ گفت آری، من با اینان در بند باشم خوشتر می دارم که با دیگران آزاد باشم و به هر حال همراه آنها هستم تا هر کار که می خواهید بکنید. مسلمانان به این کار او خندیدند و او را بسته و کنار اسرا بردند و او می گفت من با آنها هستم تا ببینید از آنها آنچرا که دیدی. یکی از اسیران می گفت نفرین بر تو که تو اینها را به سراغ ما آوردی و دیگری می گفت درود و سلام بر تو باد که چیزی جز آنچه که انجام داده ای بر عهده‌ات نبود. اگر بر سر ما هم آنچه بر سر تو آمده است می آمد همینطور رفتار می کردیم که تو کردی، بلکه بدتر، و به هر حال تا پای جان با ما برابری می کنی. بقیه سپاهیان مسلمان هم فرا رسیدن و جمع شدن و اسیران را پیش آوردن و اسلام را به آنها عرضه کردن. هر کس مسلمان شد آزادش ساختن و هر کس نپذیرفت گردنش را زدن. دروغ آخوندها در لا اکراه فی الدین. تا اینکه غلام سیاه اسلم را پیش آوردند و اسلام را بر او عرضه داشتند. گفت سوگند به خدا ترس از شمشیر پستی است و زندگی جاودان نیست. گوید مردی از قبیله که مسلمان شده بود گفت خیلی جای تعجب است، مگر آن وقتی که تو را گرفتند این مسئله مطرح نبود؟ اکنون که گروهی از ما کشته و گروهی اسیر و گروهی هم به رغبت مسلمان شده اند چنین میگویی؟ وای بر تو، حالا دیگر مسلمان شو و آیین محمد را پیروی کن. گفت مسلمان میشوم و دین محمد را گردن می نهند. پس مسلمان شد و آزادش کردند. ولی همواره سرکش بود و تسلیم نمی شد تا اینکه در واقعه رده همراه خالد ابن ولید به یمامه رفت و سخت کوشید و کشته و خوش عاقبت شد. گوید علی به بتخانه فلس رفت و آن را ویران کرد. در خزانه آنجا سه شمشیر یافت به نام رسو، مخزن و یمانی و سه زره و پارچه ها و لباس هایی که
به او می پوشاندند. اسیران را هم جمع کردند و ابو قتاده را به مراقبت از ایشان منصوب کردند و عبدالله ابن اتیک سلمی مأمور دامها و اساسیه شد و حرکت کردند. چون به رکک رسیدن فرود آمدند و غنایم و اسیران را تقسیم کردند. دو شمشیر رسوب و مخزم را به رسول خدا اختصاص دادند، سردسته دزدان مدینه، و شمشیر دیگر هم بعد در سهم آن حضرت یعنی علی قرار گرفت. خمس غنایم را هم قبلا جدا کرده بودند. همچنین اسیران خاندان حاتم را تقسیم نکردند و آنها را مدینه آوردند. واقدی گوید این جریان را به عبدالله ابن جعفر زهری گفتم. او گفت ابن ابی آن برایم نقل کرد که خواهر عدی ابن حاتم هم جزء اسیران بود که او را تقسیم نکردند و در خانه رمله دختر حارث نگهداری می شد. عدی ابن حاتم پس از اطلاع بر حرکت علی گریخت، چون او را در مدینه جاسوسی بود که به او خبر داده بود و او منبع کتاب مغازی تألیف محمد ابن عمر واقدی 207 میلادی ترجمه محمود مهدوی دامغانی صفحات 594 تا 597 نتیجه گیری. آخوندهای مسلمان در مورد جنگ‌ها و جنایات محمد میگویند این جنگ‌ها برای دفاع از مسلمانان بوده و مسلمانان هیچگاه اول به کسی حمله نمی‌کردند. در داستان بالا که در کتب معتبر تاریخی مسلمانان آمده، اولا طرف مقابل با مدینه فاصله زیادی داشته، دوما آنها هیچ حمله یا تعرضی به مسلمانان نداشتند، و از همه مهمتر اینکه این حمله برای غارت کردن این قوم و تجاوز به محدوده زندگی و اعتقادات آنها بوده. در اینجا چند دروغ بزرگ از دروغهای آخوندهای بی سواد و مسلمانان متعصب افشا می شود. یک، حمله مسلمانان برای غارت بقیه اقوام و کاروانها بوده. دو، حمله مسلمانان برای تجاوز و تحقیر و بی احترامی به عقاید دیگران بوده. سه، اسیرانی که به دست مسلمانان می افتادن در صورت عدم مسلمان شدن گردنشون زده می شد. اما دروغ این آقایان زمانی افشا می شود که آیات ضد بشری قرآن را دوباره بازخوانی می کنیم. اینجا برای اثبات ادعای من و افشای دروغ آخوندها و مزدگیران حکومتی که با مشت محکم مردم اساتید متحجرشان مثل مصباح و دار و دسته عقب افتادش به زبالدانی رهنمود شدند، به آیات آدمکشی و قتل و غارت قرآن نگاهی می اندازی. سوره محمد آیه 4. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ترجمه: پس چون با کافران برخورد کردید باید گردنهایشان را بزنید تا آنگاه که آنها را سخت بکشتید و از پای در آوردی. ببینید در این آیه نگفته اگر به شما حمله کردن، گفته
اگر با آنها برخورد کردید، یعنی یافتید، این یعنی دستور قتل عام در هر جایی و هر مکانی که مخالفان اعتقادی یا کفار را یافتید، گردنشان را بزنید. دقیقاً همان کاری که داعش می کنه. فراموش نشود هر شخصی که غیر از مسلمانان عقیده‌ای داشته باشد کافر محسوب می شود و شامل این آیه. البته از دید شیعیان هر که شیعه نیست نیز کافر است و شامل کشته شدن. در سوره توبه یک آیه هست که به نام آیه سیف یا شمشیر معروف است و این آیه خط بطلانی به تمام آیات صلح و دوستی قرآن که در مکه سروده شده است و دستور کلی قتل عام غیر مسلمانان را صادر می کند. سوره توبه آیه 5. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ترجمه: پس هنگامی که ماه‌های حرام سپری شد، مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و محاصره کنید و به کمین آنان بنشینید در هر مکانی که قابل کمین کردن است. پس اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات پرداختند، راه را بر آنها رها کنید، زیرا الله آمرزنده مهربان است. این آیه به تنهایی خط بطلانی است بر ادعای دروغ آخوندها در مورد جنگ‌های محمد و اعوان و انصارش. آخوندها می‌گویند جنگ‌های محمد برای دفاع از جان و ناموس مسلمانان بوده در مقابل تعرض مشرکین. در ابتدای این آیه گفته شده که وقتی که ماه‌های حرام سپری شد، خب به نظر شما وقتی کسی به خانه و ناموستان حمله می‌کند، اول نگاه می‌کنید ببینید ماه حرام است یا حلال؟ آیا با جان و دل از ناموس و وطنتان دفاع می‌کنید یا به تقویمتان نگاه می‌کنید؟ پس همین آیه کافی است برای رد این ادعای دروغین آخوندها در مورد جنگ های محمد. سوره توبه آیه 29. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ترجمه: و کسانی که از اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان، که به الله و روز آخرت ایمان ندارند و حرام داشته الله و فرستادش را حرام نمی گیرند و دین حق یعنی اسلام نمی ورزند، با آنها بجنگید تا به دست خیش و با حقارت جزیه بپردازند. این آیه هم دستور قتل عام عمومی را صادر می کند و حتی کسانی که مشرک نیستند و فقط به محمد و افکار متحجرش اعتقادی ندارند را نیز در لیست قتل و تجاوز قرار می ده و دقیقاً خط بطلانی است بر آیه لا اکراه فی الدین که آخوندها بر روی آن خیلی مانور می دهند و به وسیله آن در صدد فریب مردم برمی آیند. سوره نساء آیه 71. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا
قربات او انفروا جميعا. ترجمه: ای اهل ایمان، سلاح جنگ برگیرید و آنگاه دست دسته و یا همه با هم برای جهاد اقدام کنید. در این آیه هم از جهاد و آدم کشی در راه خدای موهوم محمد حرف زده و هیچ حرفی از دفاع نیامده برخلاف ادعای آخوندها. در این آیه نیز دستور قتل عام تمام کسانی را که خلاف تفکرات محمد فکر می کنند را صادر کرده و باز هم هیچ نامی از دفاع از خانه و ناموس نیامده و این ادعای پوچ آخوندها را بی اعتبار می کنه. در مورد قریش هم مطلبی بیان داشته بودند که باید بگویم. اولا در کتب حدیث مطالبی که می آورید متن عربی هم بذارید که بتوانیم حدیث را پیدا کنیم، و دوما شرح نووی کتاب الحجه حدیثی را از محمد می آورد که می گفت خداوند به من دستور داده بود تا قریش را بسوزانم. منبع: شرح نووی کتاب الحجه باب الصفت التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنه و اهل النار، جلد 17 صفحه 195 دار المعرفه. خب با تمام این تفاصیل و با وجود تمام این ادله های مستند و خدشه‌ناپذیر، آیا باید هنوز هم یاوه های آخوندها که اسلام دین صلح و صفاست را پذیرو؟ آیا محمد با تمام این جنایات که هم در قرآن به آنها اشاره کرده و هم در تمامی کتب تاریخی آمده یک مصلح بشری و پیامبر رحمت بوده؟ با وجود تمام دلایلی که وجود دارد، آیا باید این ادعاهای مضحک و کودکانه این آخوندها را پذیرفت؟ نقش علی به عنوان جلاد محمد. عقبه پسر علقمه از صادق جعفر ابن محمد نقل می کند: عرب بیابانگردی نزد پیامبر آمد و ادعا کرد که از بابت شتر 70 درهم از او طلب دارد. پیامبر به او گفت: آیا آن را از من نگرفتی؟ گفت: نه. گفت: من آن را به تو دادم. عرب گفت: من راضی هستم که شخصی میان ما و شما حکم کند. پیامبر با او به نزد یکی از قریشیان آمد. قریشی به عرب گفت: به پیامبر خدا چه ادعایی داری؟ گفت: 70 درهم پول یک شتر که به او فروخته ام. گفت: ای پیامبر خدا، تو چه میگویی؟ گفت: آن را پرداخت کردم. قریشی گفت: ای رسول خدا، شما بر طلب داشتن او اقرار نمودید، بنابراین باید دو نفر را به عنوان شاهد بیاورید تا اثبات شود که پرداخته ای، یا اینکه 70 درهم به او بدهی. پیامبر خشمناک برخاست و در حالی که عبایش را می کشید گفت: به خدا قسم نزد کسی خواهم رفت که با حکم خداوند میان ما حکم نماید. و همراه مرد عرب نزد علی آمد و علی از عرب پرسید: چه ادعایی درباره رسول خدا داری؟ گفت: از بابت فروختن شتری 70 درهم طلب دارم. گفت: ای پیامبر خدا، شما چه میگویی؟ گفت: پولش را پرداختم. گفت: ای عرب، رسول خدا میگوید آن را پرداخت کرده است، آیا راست میگوید؟ گفت: نه، به من پرداخت نکرده است. علی دردم شمشیر کشید و گردن او را زد. پیامبر گفت: عرب را چرا کشتی؟ گفت: به خاطر اینکه شما را تکذیب نمود و هر کس که شما را تکذیب کند خون او حلال است و قتلش واجب. پیامبر گفت:
یا علی، سوگند به خدایی که مرا به حق مبعوث نموده، تو از حکم خدا خطا ننمودی، ولی دیگر چنین نکن. منابع: منبع اول، من لا یحذره الفقیه، جلد 1، حدیث 3425. منبع دوم، امالی شیخ صدوق، برگ 164، مجلس 22، حدیث 2. منبع سوم، حر عاملی، 1401 هجری قمری، جلد 18، صفحه 200. منبع چهارم، محمد تقی شوشتری، 1403 هجری قمری، صفحه 209. سوزاندن مرتدین توسط علی ابن ابی طالب. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که به ایشان اطلاع دادند که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه عده‌ای مرتدین را سوزانده است. ابن عباس رضی الله عنهما گفت: اگر من به جای او می بودم آنها را نمی سوزاندم، زیرا نبی اکرم صلوات الله فرمود مردم را با عذاب خدا یعنی آتش عذاب ندهید، بلکه آنها را می کشتم، همانطور که رسول اکرم صلوات الله فرمود هر کس دینش را تغییر داد او را بکشید. منبع: مختصر صحیح بخاری، باب 70. مردم را با عذاب خدا یعنی آتش نسوزانی، صفحه 649، بخاری 3017. بعد مسلمانان ژست حق به جانب میگیرند و میگویند داعش مسلمان نیست، مگر مسلمان آدم را میسوزاندند. ولی همانطور که دیدی علی داماد محمد و خلیفه چهارم مسلمین و امام اول شیعیان چگونه انسانها را میسوزانده. کشتن کفار موجب لذت و خنکی دل مسلمین میگردد. محمد خدایی را معرفی کرده است که هم خود اهل انتقام است و هم انتقام گیری را برای مؤمنان می خواهد و توصیه می کند. دقت کنی. سوره توبه 15. و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء والله علیم حکیم. ترجمه: با آنان، داخل پرانتز کفار و مشرکی، پرانتز بسته، بجنگی، خدا آنان را به دست شما عذاب و ذلیل می کند و شما را بر ایشان پیروزی می بخشد و دلهای گروه مؤمنان را خنک می گرداند، یعنی شفا می دهد، و خشم یا قیز دلهایشان را میبرد و خدا توبه هر که را بخواهد میپذیرد و خدا دانای حکیم است. یک لحظه در این آیات تفکر کنید. خدا، کسی که هم مؤمن و به هم کافر را خلق کرده و حداقل نسبت به هر دو نقش پدر و مربی را دارد، مؤمنان را به کشتار بی‌رحمانه کفار برمی‌انگیزد و از آنها می‌خواهد که از این کشتارها لذت ببرند و دلشان حال بیاید. به فرض که اسلام دین حق باشد، آیا مسلمانان نباید از روی دلسوزی به ارشاد کفار بپردازند؟ آیا نباید از گمراهی و عذاب اخروی آنان ناراحت باشند؟ و آیا نباید برخوردشان با آنان فقط در حد دفاع باشد؟ این چه خدای جلاد جنایتکاری است که محمد معرفی کرده است که هم خودش از کشتار و سوزاندن لذت می‌برد و هم مسلمانان را به کشتار و عذاب و لذت از کشتار و عذاب برمی‌انگیزد؟ نه، این خدا نیست
این خوی وحشیگری محیط عربستان 1400 سال پیش است که توسط محمد به خدا نسبت داده می شود. جالب تر از همه آوردن صفت انسانی خشم برای خدا در قرآن هستش. توجه کنی؟ خشم یک حالت عاطفی افراطی است که با تنفر شدید، هیجان شدید، تمایل شدید به انتقام و تمایل شدید به آزار رساندن و افت کنترل عقلانی بر رفتار همراه است. طبعاً انتساب این رفتار حقیرانه و نامناسب به خدا درست نیست. در موارد متعددی در قرآن خشمگین شدن خدا و به دنبال آن شکنجه و عذاب بندگان توسط خدا مطرح شده. مثلا سوره آل عمران آیه 162: افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. ترجمه: آیا کسی که خوشنودی خدا را پیروی می کند چون کسی است که به خشم خدا دچار گردیده و جایگاهش جهنم است و چه بد بازگشتگاهی است؟ و یا به این آیه توجه کنید، سوره مائده آیه 80: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترجمه: بسیاری از آنان را می‌بینی که با کسانی که کفر ورزیده‌اند دوستی می‌کنند. راستی چه زشت است آنچه برای خود پیش فرستادند که خدا بر ایشان خشم گرفت و پیوسته در عذاب میمانند. نسبت دادن خشم به خدا نیز نشانگر تصور انسانگونه ای است که محمد از خدا داشته است و نمیتواند از طرف خدا باشد و همین خطاهای فاحش بهترین دلیل برای غیر آسمانی بودن قرآن و زائیده ذهن محمد و شرکا بودن آن است. نقش علی جلاد اسلام در ترور و آدم کشی. 1. ترور شاعری به نام حویرس ابن نقیز، وی شطر دختران محمد فاطمه و ام کلثوم را رم داده بود به فرمان حضرت محمد و توسط علی در جریان یک توطئه به قتل رسید. منبع: سیره ابن هشام جلد 20 صفحه 273. 2. سربریدن مغیره. پیرمردی به نام مغیره که پس از فتح مکه از ترس محمد گریخته بود به وسیله علی دستگیر و سربریده شد. منبع: زنان پیغمبر صفحه 316. 3. علی شاهرگ مردانی را برید و به مانند مرغان نیم بسمل آنان را در بیابان رها کرد تا با شکنجه بمیرند. منبع: امام علی عبدالفتاح جلد 50 صفحه 27. 4. سربریدن نظر و عتبه. پس از شکست آیل، محمد به علی دستور داد که نظر پسر حارث را سر ببرد. همینطور در منطقه دیگر به نام الزیه از میان اسرا عتبه پسر ابی معیز به دستور محمد و به دست علی سر بریده شد. منبع: منتهی الاعمال جلد 10 صفحه 57. 5. سر بریدن عتبه. مردی به نام عتبه که به خاطر عدم پخش مساوی غنایم بین لشکریان اسلام به صورت محمد تف کرده بود به وسیله علی سر بریده شد
منبع تاریخ طبری جلد 5 صفحه 1103. 6. تجاوز به یک اسیر. محمد ابن بشار از روح ابن عباده از علی ابن سوید ابن منجوف از عبدالله ابن بریده نقل کرده است که رسول خدا علی را به سوی خالد فرستاد تا خمس یا سهم پیامبر از غنائم را بگیرد و من از دست علی ناراحت شدم بعد از اینکه علی غسل گرفت، یعنی بعد از برقراری تماس جنسی با یکی از بردگانی که جزوی از غنائم بود. من به خالد گفتم آیا این را نمی‌بینی؟ یعنی تجاوز علی با بریره را. وقتی به پیامبر رسیدی من جریان را برای پیامبر تعریف کردم. پیامبر گفت ای بریده آیا از علی متنفری؟ گفتم آری. پیامبر گفت از اون متنفر نباش زیرا سهم او از خمس بیش از این است. توضیحی که در برگ 447 آمده است در مورد همین حدیث می گوید بریره از علی متنفر بود زیرا علی دختری را از میان غنائم بیرون کشیده بود و با او تماس جنسی برقرار کرده بود و در نظر بریره این کار او ناپسند بود. در اینجا علی دختری را از میان اسرا انتخاب کرده و به او تجاوز می کند. وقتی که این قضیه با محمد در میان گذاشته می شود او این مسئله را تایید می کند. توجه داشته باشید که اسرا همچون غنیمت ها به شمار می رفتند و از اموال مسلمانان و مسلمانان می توانند از کنیز خود برای سکس استفاده کنند یا به عبارت دیگر به آنها تجاوز کنند. دخالت مسلمانان در قتل عام یهودیان توسط هیتلر و ارتباط تنگاتنگ رهبر مسلمانان با نازی‌ها. چرا محمد الحسینی رهبر ناسیونالیست عرب فلسطینی در زمان آغاز جنگ جهانی دوم در گفتگوی خود با هیتلر خواستار از بین بردن یهودیان شد در صورتی که انگیزه اصلی هیتلر بیرون کردن یهودیان بود و نکشتن آنها. محمد امین الحسینی به عربی محمد امین الحسینی یک رهبر ناسیونالیست عرب و مذهبی فلسطینی در فلسطین تحت قیومیت بریتانیا بود. الحسینی یک ناسیونالیست جاه طلب عرب بود و در پایان جنگ جهانی اول به حمایت از پادشاهی عربی سوریه در دمشق مستقر شد. پس از شکست فیصل اول ناسیونالیسم او به فلسطین متمایل شد و به بیت المقدس بازگشت. او از 1920 در حین تلاش برای استقلال فلسطین به عنوان یک کشور عربی با صهیونیسم مخالفت می‌ورزید و رهبر مقاوم علیه تأسیس اسرائیل بود. او از 1921 تا 1937 مفتی اعظم بیت المقدس بود و از این جایگاه برای ترویج اسلام و در عین حال پیشبرد یک ناسیونالیسم عربی غیر اقراری علیه صهیونیسم استفاده می‌کرد. وی پس از شکست شورش اعراب در زمان قیومیت بریتانیا بر فلسطین در سال 1936 به آلمان نازی گریخت و به عضویت در حزب نازی درآمد. او با شخص هیتلر، گورین و دیگر مقامات بلند پایه حزب نازی دیدار کرد. در آنجا به عضوگیری مسلمانان به خصوص مسلمانان اهل بوسنی و هرزگوین برای عضویت در یگانه ویژه و لشکر کوهستانی 13 وافن اس اس هنزر پرداخت. وی در سفر به برلین در سال 1941 در آغاز جنگ جهانی دوم با آدولف هیتلر
درباره حل مسئله یهودیان خاورمیانه و مقابله با صهیونیسم و خاتمه دادن به زندگی یهودیان گفتگو کرد، در حالی که هیتلر خواستار بیرون راندن یهودیان از اروپا به سرزمین فلسطین بود. الحسینی آن را تهدیدی برای امنیت حضور خود در فلسطین می‌دانست و توانست هیتلر را برای نابودی یهودیان به جای بیرون راندن آنها متقاعد نماید. در 25 آوریل همان سال الحسینی طراح اصلی حمله نازی‌ها به بوسنی شد. تحت نظر او سربهای مسیحی ارتدوکس برای متمایز شدن مجبور به استفاده از بازوبند آبی و سربهای یهودی مجبور به استفاده از بازوبند زرد شدند. در همین حال وقتی الحسینی خود را محافظ اسلام خان، حدود 100,000 نفر از بوسنیایی های مسلمان به دسته های نازی پیوستند. تحت فرمان او 200,000 مسیحی ارتدوکس سرب، 22,000 نفر از یهودیان بوسنی و بیش از 40,000 کولی به قتل رسیدند که بعدها عامل مهم نفرت بین بوسنیایی ها و سرب ها در جنگ بوسنی و هرزگوین و سربستان در دهه 1990 شناخته شد. طبق آمار تخمین زده می شود که از زمان پیامبر تا پایان حکومت عثمانی حدود 270 میلیون انسان در جنگ های مسلمان سازی کشته شده اند. شامل 1,120 میلیون آفریقایی، 2,60 میلیون مسیحی، 3,80 میلیون هندو، 4,10 میلیون بودایی. در این 270 میلیون کشتار عظیم زرتشتیان در امپراتوری بزرگ ایران محاسبه نشده. صدها میلیون انسان هم با زور به برده و کنیز تبدیل شده اند، به نحوی که بزرگترین سیستم بردگیری و بردهداری و برده فروشی در تاریخ بشریت مربوط به مسلمانان است. درگیری های معاصر در فلسطین، بوسنی، کروزنی، هند و پاکستان و آفریقا همگی دنباله تاریخی جنگ های مسلمان سازی است. به دستور عمر فلسطین اشغال شد و از دست یهودیان ساکن آنجا خارج شد و در بیت المقدس یعنی اورشلیم روی سنگ بنای معبد بزرگ یهودیان مسجد ساخته شد و آتش جنگ بین دو مذهب برافروخته شد و در قرن بیستم یهودیان باز قدرت گرفتند و به سرزمین موعود و مقدس خود بازگشتند و جنگ های 70 سال گذشته آغاز شد. این جنگ هیچگاه پایان نمی پذیرد چون اسلام و یهودیت پیوسته هستند و در هر گروه افرادی وجود دارند که بخواهند با کشتن طرف مقابل به بهشت بروند. مسائل بوسنی و گروزنی هم ریشه در جنگ های مسلمان سازی دولت عثمانی دارد و در درگیری های بین مسلمانان و غیر مسلمانان در شبه قاره هند نیز ریشه در جنگ های مسلمان سازی مخصوصا جنگ های سلطان محمود غزنوی دارد. هیچ تهاجمی در تاریخ بشریت به اندازه تهاجم های اسلامی موجب نابودی تمدن ها نشده است. فقط در زمان عمر دو تمدن عظیم ایران و روم و آثار تمدن‌های دیگری چون بابلی و مصری نابود شدند. آثار ظاهری این تمدن‌ها نابود شد. فرهنگ و هنر این تمدن‌ها از بین رفت و کتابخانه‌های آنان به آتش کشیده شد. ده‌ها زبان و خط به طور دائمی از بین رفتند و زبان و خط عربی جایگزین آنان شد. برای مثال زبان عراق فعلی، زبان فارسی دری در ایران و خط میخی و زبان و خط مصری و زبانهای متعدد آفریقایی همگی
نابود شدند. با توجه به اینکه اسلام مدعی است که همه چیز دارد و برای هر مشکلی راه حل و قانون دارد، اسلام در هر کجا وارد شده آنجا را پاکسازی تمدنی کرده است، یعنی تقریبا همه آثار گذشته را در تمام زمینه ها از بین برده است و فرهنگ عربی را جایگزین آن کرده است. بعد از متلاشی شدن دولت عثمانی، جنگ های مسلمان سازی متوقف شد تا اینکه خمینی جنایتکار غرب دوباره این اژدهای خفته را بیدار کرد. تأثیر خمینی در بقیه جهان اسلام منجر به پیدایش گروه‌هایی چون طالبان و داعش و بوکو حرام و غیره شد. محمد و ترور شاعران. در اینجا لیستی از ترورهای محمد که تنها به خاطر مخالفت با جنایاتش بوده را برایتان می‌نویسم. البته صدها بار بیش از این نیز بوده، ولی مورخین مسلمان با افتخار تعدادی از آنها را ثبت کردند. حویرث بن نقیض، وی شطر دختران محمد، فاطمه و ام کلثوم را رم داده بود و به فرمان حضرت محمد و توسط حضرت علی به قتل رسید. منبع: سیره ابن هشام جلد 20 صفحه 273. مغیره: پیرمرد شاعری به نام مغیره که پس از فتح مکه از ترس حضرت محمد گریخته بود، به وسیله حضرت علی جلاد اسلام دستگیر و سربریده شد. منبع: زنان پیغمبر صفحه 316. نظر و عتبه. پس از شکست عائل، حضرت محمد به حضرت علی دستور داد که نظر پسر حارث را سر ببرد. همینطور در منطقه دیگر به نام الزیه از میان اسرا، عتبه پسر ابی معیز به دستور حضرت محمد و به دست حضرت علی سر بریده شد. منبع: منتهی الآمال جلد 10 صفحه 57. همچنین مردی به نام عتبه که به خاطر عدم پخش مساوی غنایم بین لشکریان اسلام در صورت حضرت محمد توف کرده بود، به وسیله حضرت علی سربریده شد. منبع: تاریخ طبری جلد 5 صفحه 1103. سلام ابن ابلحقیق از دوستان قبیله اوس بود و از شعرای سرشناس یهود که به فرمان حضرت محمد در صدر اسلام دستور ترور او صادر شد. و عبدالله ابن عتیک مأمور انجام این ترور شد. آنان نیز مأموریت خود را به نحو دلخواه به انجام رساندند و سلام ابن ابلحقیق را کشتن. هنگامی که برگشتن و به حضرت محمد خبر دادند، ایشان از خوشحالی فریاد زد: الله اکبر. منبع: سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 186. ابو عفک شاعر یهودی بود در صدر اسلام که 120 سال سن داشت. او شعری در مذمت حضرت محمد سروده بود. به دستور حضرت محمد سالم ابن عمیر مأمور قتل ابو عفک شد. منبع: سیره ابن هشام جلد 20 صفحه 411. خالد ابن سفیان حزلی در صدر اسلام مردم را بر ضد حضرت محمد برمی‌انگی. حضرت محمد امر فرمود به عبدالله ابن انیس که کار او را بسازد و او نیز چنین کرد. حضرت محمد به پاس این خدمت عصایی به عبدالله انیس قاتل خالد ابن سفیان حزلی می‌دهد و می‌گوید: این عصا نشانه میان من و تو در روز قیامت است و همانا کمترین مردم در آن روز
کسانی هستند که به عصا تکیه زده اند. منبع: سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 395. اسماء دختر مروان. دختر مروان شاعری آزاده و دلیر بود. در صدر اسلام وی به دلیل اشعار انتقادی که در مذمت قتل عام یهودیان و همچنین ترور ابو عفک سروده بود، به دستور حضرت محمد عمیر ابن عدی مأمور کشتن اسماء شد. عمیر شبانه به خانه اسماء می رود. اسماء در حال شیر دادن به کودکش بوده که عمیر نیزه را در سینه اش فرو می کند و او را می کشد و صبح زود خبر کشته شدن اسماء را به حضرت محمد می دهد. حضرت محمد می گوید: ای عمیر، خدا و رسولش را یاری کردی. منبع: سیره ابن هشام جلد 20 صفحه 412. پایان. آبای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. www.avogebook.com